بسم الله الرحمن الرحیم می میرم از دل های اربعینی از حسرت و دلتنگی و غربت نشینی بالی برای پرزدن سویت ندارم حتی زمینگیرم در این مرز زمینی یا مونس کل غریب اهل عالم امکان ندارد حال و روزم را نبینی تو با خبر از حال و روز در مندان تو با یتیمان و غریبان هم امشب ببر دل را به پابوس زریحت امشب ببر دل را به پابوس زریحت عاشق چی میخواهد به غیر از کوشه السلام علیک، یا ابا عبدالله حسین و علی الارواح اللتی حلت بفنائک با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی حادی با برنامه با وقت بیداری خدمت شما هستیم در شام اربعین حسینی یا ایام خدمت شما عزاداران امام حسین عاشقان و دلباختگان آن حضرت تسلیح ارز میکنم مخصوصا او ای که توفیق پیدا کردن و مشرف شدن و در چنین ساعاتی و لحظه هایی در فضای بسیار ملکوتی بین الحرمین و حرم امام حسین علیه السلام و سلام یا حرم حضرت ابالفضل العباس یا دیگر زیارات عطبات عالیات در عراق به سر میبرند و در اونجا تنفس میکنند آرزو میکنیم که زیارتتون قبول باشه حتما نایب زیاره کسانی چون ما که توفیق تشرف در امسال نداشتیم بودید و باشید و التماس دعا داریم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت رسلاو المسلمین دکتر فیاضی هستیم با موضوع ازاداری برای بزرگ پیشوایان دینی بدعت یا سنت سلام علیکم جناب فیاضی بزرگوار بسیار بسیار خوش آمدید و برنامه خودتان تسلیح درز میکنم ایام اربعین امام حسین خدمت شما هم سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و احترام دارم خدمت شما علیکم جناب های سلام و بسید. همکاران محترم شما عرض ادب می کنم خدمت بینندگان محترم و ارجمند همچنین چون در شام اربعین ابو عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام و اصحاب و یاران بزرگوارش قرار داریم این مصیبت جانسوز را خدمت شما همکاران بزرگوار شما محضر بینندگان محترم و ارجمند تسلیت و تعذیت عرض میکنم حقیقتا خوشا به حال آن زائرانی که در این ایام توفیق پیدا کردن در اعتباط عالیات در جوار مزجع شریف حسینی و مزجع شریف ابل فضل العباس مشرف شدن انشاءالله که با زیارت مقبوله به سلامت به شهرها و وطن و کشور خود بازگردن انشالله, انشالله که نایب و زیاره ما و دیگر مشتاقان که این توفیق را امسال ندارند باشن انشالله در خدمت شما هستم خب جناب استاد فیاضی بزرگوار با تاجبهی که در عربعین حسینی علیه و السلام و سلام قرار داریم و اون فضای خاصی که در کربلای معلا حاکم هست می میطلبه که به عنوان مقدمه و صورت مختصر و کوتاه چند جمله درباره اربعین صحبت بفرمایید تا اینکه موضوع اصلی را که خدمت بینندگان عزیز اعلام کردم شروع کنیم و در قسمت گفتگوی داشته باشیم بله جناب حیدر اجازه بدید چون در شام اربعین حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام قرار داریم بله من به عنوان مقدمه گفتگو و مقدمه این سخن یک قطعه شعری از یکی از شعرای آیینی جناب مرحوم سامت بروجردی که از شعرای آینی قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری است خدمت شما تقدیم بکنم اربعین آمد و اشکم زبسر می آید گویا زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست که از اسیران ره شام خبر می آید جرس از سوز جگر نالد و گوید به ملع که سکینه به سر قبر پدر می آید گرچه پایش بود از خار مقیلان مجروح گرچه پایش بود از خار مغیلان <سؤال> مجروح به سر قبر پدر باز پسر می آید السلام و ولی الله و حبیبه السلام <سؤال> و خلیل الله و نجیبه السلام و علا صفی الله و ابن صفیه السلام و علا حسین المظلوم الشهید السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات سلام بر آن مولایی که با لب عطشان و تشنه به شهادت رساندم و بعد از چهارده قرن امروزه هر سال بر جمع زائران و مشتاقان و دلدادگان حضرتش در ایام اربعین افسوده می شود و هر سال جمعیت بیشتری این توفیق معنوی را دارند که در جوار مزجع شریفش حاضر شوند و آن قبر متحر را در آغوش بگیرند و زیارت بکنند و از این فیض و برکت معنوی بهرمند شوند انشاءالله خداوند زیارت همه مشتاقان و همه زائران را قبول بفرماید و به همه کسانی که علاقمند هستند و به هر دلیلی این توفیق پیدا نکردن و این توفیق برای اونها حاصل نشده است زمینه را انشاءالله در آینده نزدیک خداوند فراهم بکنه تا از این زیارت معنوی و از این سفر روحانی بهرمند گردند و از فیوزات معنوی این زیارت انشاءالله مستفید و مستفید شوند انشاءالله خب جناب استاد فیاضی بزرگوار با توجه به موضوعی که انتخاب شده خب همیشه هر سال با رسیدن ایام محرم و سفر که اوج عزاداری شیعیان برای امام حسین و خاندان و اصحاب شهید ایشان هست این شبهه مطرح میشه از بعضی رسانه ها و از بعضی زبان ها بارها و بارها شنیده شده و هر سالم تکرار میشه که شما چرا مرتکب بدعت میشین این کار شما یعنی ازاداری شما برای امام حسین یا دیگر پیشوایان دینی اینا ربطی به دین نداره از خودتان ساختید و بدعت هست و ما رو متهم به ایراد و وارد کردن بدعت در دین میکنه خب این فرصت مختنم شمردیم در،, در کنار بحث زیارت که مطرح هست ایام اربعین و محرم ازاداری که هست خب با فرصت شوه و باب گفتگوی باز شود و به این شبه پاسخ داده شوه با توجه به اینکه در آخر پارت اول برنامه هستیم حدود یک دقیقه فرصت هست اگر فتح گفتگوی بکنید تا اینکه ادامه بحث باز در پارت های بعدی ببینیم انشالله بله به عنوان مقدمه ای بحث برای ایک پاسخ به این شبه و این سوال داده شده باشد من خود کلمه ازاداری و کلمه ازا را خدمت شما معنا بکنم ازاداری یا سوگواری یک واژه و یک کلمه آینی است که در سوگ بزرگان دین و در سوگ پیشوایان دین و در سوگ اولیای الهی مشتاقان و علاقمندان بالاخره ازادار می شوند و محزون و غمناکن و مخصوصا این مسئله و این رویداد بیشتر طی چند قرن برای ازاداری حضرت سید و شهده علیه السلام و سلام و اصحاب و یارانش به عنوان یک آین و به عنوان یک رسم و ادب پسندیده تشکیل شده است و به عنوان یک برنامه پسندیده در بین جوامع شیعی، جوامع اسلامی و حتی آزادی خواهان و غیر مسلمانان این ایام را گرامی می‌دارند، یاد و نام حضرت سید الشهدا را گرامی می‌دارند و از کرامت و بزرگواری حضرتش و همچنین از معارفی که در آموزه‌های حسینی است یاد میکنن و به عنوان الگو و اسوه از او یاد میکنن حقیقتا این واژه یک واژه آینی و یک تعبیر است برای سوگواری و ازاداری پیشوایان دینی و بزرگان دینی که انشاءالله اگر فرصتی باشد در ادامه توضیح بیشتری خدمت شما و بینندگان محترم در این زمینه خواهم داد انشالله خب یک وقفه داشته باشیم همراه با بینندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم به دیدن میان برنامه حسین جان اینک فقط پاها به سوی کربلا نمی روند و فقط جسم در حرکت نیست که قلب ها نیز سرگشتند و به سمت کربلایت مایل شدند آشقانت قدم قدم راه می روند و در هر قدم با یادآوری مصیبت های وارد شده بر تو و اهل بیتت زجه می زنند قلب های سرگشته که پیش از این هر یک بسوی بود اینک به سوی تو می آیند بله حب الحسین یجمع اونا آشقانت دوستان و خانواده را رها کرده و آمدن تا خادم تو باشند پیاده می آیند تا ببینند امامش را تا درک کنند مسایب وارد شده بر اهل بیت را فراموش نخواهند کرد خواهری را که در این مسیر قدم برداشته و موهایش سفید شده است و کودکی را که قلبش به دیدن پدر می تپیده و در خرابه شام باز مانده است و پسری را که دیگر هرگز نخواهد خندید چشمها در مسیر روی حرکت می کنند ها بر گونه های تفتیده جاری شده نه آب چشم که تکه های قلب است سرازیر می شود ناله ها صدای عشق می دهند و زمزمه دعا سوز دلیست در فراق محبوب نه فقط ناله و اشک و قدم و قلب تک تک ذرات وجود متبلور می شود قدر صاف و شفاف حرکت می کنند که گویی هماهنگی آنها در ازل مقدر شده بود حضرت عشق در قلب خانه زد و قلب اعضا و جواره را با خودش همراه کرد و به این گونه پیاده روی اربعین شکل گرفت کاش من به فدای تو می شدم حسین چشمانم قلبم دستهایم قول می دهند که عزت و شرف را از تو بیاموزند و به عزاداری تو افتخار کنند برخیز که رفتن رسیدن است چه دور باشی چه نزدیک خب در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم با برنامه با وقت بیداری از تلویزیونی جهانی حادی بازگذار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی میکنید خب جناب استاد فیاضی بزرگوار ازاداری اصولا به چی معناست و چی مفهومی دارد تا اینکه مشخصه بود که خب این کار بدعت هست یا بدعت نیست بله حقیقتا ازاداری و سوگواری برای بزرگان برای شخصیت ها برای چهره های مطرح یک رسم و یک آیین شناخته شده بین جامعه انسانی و جامعه بشری است بله. همه ملیت ها برای شخصیت ها و برای چهره های برجسته خود بالاخره مجالس یادبود بود و محافل یادبود بود دارن حتی بعد از سالهای سال از درگذشت آنان در دین مقدس اسلام هم این مسئله مطرح است اما برای اینکه مفهوم شناسی کلمه ازار رو داشته باشم واژه و کلمه ازا به دو معنا در کتابهای زبانشناسی و لغتشناسی مطرح شده است و دو معنا برای این کلمه گفته شده است یکی به معنای نسبت دادن چیزی به چیز دیگر هست اما معنای دوم عذا عبارت است از تسلی خاطر دادن آرامش خاطر بخشیدن به مصیبت دیده به کسی که بالاخره در معرض مصیبت و یک بلایی قرار گرفته است یا عزیزی را از دست داده است و این مرسوم است در بین جامعه بشری که دیگران برای اینکه کمی از درد و داغ و سوگ او بکاهد در کنار او حاضر می شود و به او تسلا و دلداری میدهد تا بالاخره از اون غم و مصیبتی که بر قلب او وارد آمده است کاسته شود و حتی ممکن است گاهی برای اینکه یاد آن عزیز و یاد آن کسی که از دنیا رفته است سالهای سال هم باشد برای اینکه یاد و نام او زنده بماند یا با یاد و نام او دیگران درس بیاموزند و پند بیاموزند یاد و نام او را در ایام درگذشت او مطرح کنند و برای او مجالس یاد بود و محافل یاد بود برگزار کنند. این معنا رو در هم کتابهای زبانشناسی مطرح شده است و هم در بعضی از منابع حدیثی و منابع روایی ما مثل بلده. فروع کافی مرحوم کلینی در جلد سوم صفحه 203 این معنا رو برای عزا و این هدف را برای عزا مطرح میکند پس در حقیقت اگر بخواهیم ما هدف اصلی عزاداری را مطرح بکنیم هدف اصلی ازاداری آرامش بخشیدن است یا دعوت به صبر و استقامت و پایداری است نسبت به اون کسی که مصیبت دیده است عزیزی را از دست داده است و این کار در حقیقت خیلی از نظر روحی و روانی تاثیرات فراوانی هم دارد برای مخصوصا برای کسانی که تازه مصیبت دیده است تازه عزیزی را از دست داده است در کنار او اگر حاضر شود مایه تسلا و مایه آرامش خاطر او باشد میتواند از غم و اندوه او بکاهد و میتواند زمینه آرامش روحی و روانی اون مصیبت دیده رو فراهم بکند پس در حقیقت مسئله عذا و مسئله سوگواری یک مسئله طبیعی است که یک رسم طبیعی است که در بین جامعه بشری و جامعه انسانی وجود داره و این مفهوم را هم بالاخره در دل خودش و همراه خودش این واژه و این کلمه دارد هم در متون روایی ما مطرح شده است و هم در کتاب های لغت و زبانشناسی هم این معنا برای واژه ازا و کلمه ازا مطرح شده و گفته شده است معنای دیگری هم در اینجا گفته نشده همین دو تا معنا بیشتر مطرح است یکی بله. نسبت دادن چیزی به چیز دیگر و یکی هم بیشتر تسلی خاطر دادن و آرامش بخشیدن به مصیبت دیده و به سوگوار و عزادار که بیشتر کلمه عزا اگر استعمال می شود. اکثریت استعمالات این واژه و این کلمه به معنای دوم هست یعنی بیشتر برای آرامش بخشیدن و تسلی خاطر دادن اون مصیبت دیده و سوگ دیده است ولی امروز خب ما آنچه که بیشتر می بینیم، این معنا تدایی میکنه که بیان حالت حزن و اندوی کسی که مصیبت بهش وارد شده مثلا کسی که عزیز را از دست داده سوگواری میکنه اون سوگشه اون درد و غمی که در دل داره رو بیان کنیم به این میگیم عزاداری یایی که در مصیبت امام حسین هم همین قسم است در سالگرد مصیبت اون حضرت اون داغ تازه میشه و عزاداران اون حالت درونی خودشون رو به شیوه بروز میتن و بیان میکنن میشه گفت که یک معنای جدیدی هم برای قضیه پدید آمده باشه مخصوصا نسبت به اولیای الهی نسبت به پیشوایان دینی جنبه عزاداری و سوگواری برای پیامبر اسلام برای ائمه معصومین بله دو بود و دو وجهه و دو چهره دارد یک چهره او حقیقتا افسوس خوردن از شهادت و درگذشت اون بزرگ و اون پیشوا و اون ولی خداست از دست دادن اوست اما چهره دیگری که حقیقتا امروزه این چهره چهره مهم تر هست این است که ما بالاخره یاد و نام او را زنده نگه بداریم یا اهداف او را ما دوباره بازگو بکنیم و مطرح بکنیم تجلیل کنیم تجلیل بکنیم حقیقتا برای اون اهدافی که حضرت سید و شهدا به شهادت رسید است اون اهدافی که همواره در مسیر سفر اون اهداف خود را بیان کرده است یا اون اهدافی که در خطبه ها و سخنرانی ها بارها و بارها سید و شهدا بازگو کرده است چون ما میخواهیم از اهداف او درس بگیریم اهداف او را امروزه سرلوحه زندگی خود ما قرار بدهیم بیشتر مجلس سوگواری و محفل ازاداری روی کرد و چهره این جنبه را دارد که ما بیاییم نام و یاد او را و اهداف او را و فلسفه قیام او را زنده نگه بداریم در همین قسمت باز هم سوال میشه و یک قسمی شبهه وارد میکنند که در قسمت اول که افسوس برای از دست دادن هست خب میگه که اونها که طبق امر و دستور و فرمان و قضای الهی از این دنیا رفتن و به یک درجه و مقام رسیدن این که ناراحتی نداره این سوال مطرح میشه الله ان پاسخش از زبان بله. شما میشنویم بله. دیگر اینکه وقتی که شما تجلیل میکنید لازم نیست میگه به سر و صورت بذارید لازم نیست عزاداری کنید بلکه بیاین بحث های معرفتی بکنید بله. اینکه هدف امام حسین چی بوده فلسفه قیامش چی بوده و از این طریق به گونه می ازاداری رو بله. نفی کنن و بگه ضرورتی بله. نداره بله. در این قسمت حق... چی جوابی جنبه ازاداری برای این نیست که ما بالاخره اون عزیزی که از دست رفته است حضرت سید و که به شهادت رسیده است ما برای او افسوس بخوریم حقیقتا مقام و منزلت شهید والاست و عالی است و هیچ جای افسوس و حسرت نیست حقیقتا افسوس خوردن برای خود ماست دروب. برای ما انسان هاست که جامعه بشری اون زمان و جامعه بشری بعد از سید و شهدا از همچه موجودی و از همچه چهره ای و از همچه شخصیتی محروم شده است شخصیتی مثل سید الشهدا اگر او زنده میمان چقدر جامعه بشری و انسانی میتوانست از او استفاده بکند خب امروز هم ما این اگر... الهی است که بله، هر کسی بله. باید یک مدت عمر کنه و باید بله. از این دنیا برود بله. هر چند پیغمبر باشه هر چند زاده باشه بله. اما نسبت به اون بخش دوم سوالی که مطرح کردید که چرا ازاداری همراه با سوگواری یا همراه با سروسینه تجلیل. زدن هست؟ تجلیل و گرامداش تجلیل. تجلیل همراه با سروسینه زدن است قطعا بالاخره در جنبه ازاداری حضرت سید و دو بود و دو جنبه مورد نظر هست یک بود و یک جنبه جنبه اقلانیت و جنبه شعور است اون جنبه اقلانیت و جنبه شعور بازگو کردن معارف حسینی است بله. بازگو کردن اهداف و مرام و فلسفه قیام سید و است بازگو کردن اون اهداف است تا جامعه دوباره گرفتار همچه مصیبتی و همچه بلایی نشود خب همینجا بحث متوقف کنیم بعد از دیدن یک میان برنامه حتما برمیگردیم و ادامه صحبت ها را از زبان شما خواهیم شنید دعوت میکنم به دیدن میان برنامه اشکمانم نمیدهد اشکمانم نمیدهد بعد از چهل روز حزن و اندوه اینک در روز بهین داغ دل شیعه تازه شده است شعر محتشم را باز میخواند گویا ازای اشرف اولاد آدم است علم ها هنوز در کوچه ها برپاست پرچم های روزه در گوش کنار شهر دیده می شود شیعه آتش می گیرد. به یاد روزی که سخت روز برای آدم و عالم بود مگر مصیبتی سنگین تر از آن تصور می شود آشورا روزی است که سر نوه رسول خدا بر سر نیزه رفت همان سر متحر و مبارکی که منزل به منزل به کوفه و شام برده شد تا به مجلس یزید رسید لب و چوب خیزران و قلمی که از نوشتن این واقع شرم دارد برای این اتفاق و این جسارت اگر همه انسان ها تا آخر عالم عشق بریزن کم است اگر تا آخر عمر بر سر مقتل ها گریه کنم تا به روز چه هلم برسم از دیده ها خون می حق حقیق امانم نمی ده. کاروان بیکس و تنهایی که این همه را به سالاری زینب تحمل کرده است رسیده است باز به همان جایی که آغاز این همه سارت بود مثبت 964 780 255 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی در با بینندگان عزیز و گرامی هست شما میتونید از این طریق هر نوع نقد و نظری که دارید درباره این برنامه یا برنامه های ای که از تلویزیون جهانی بینید در پایگاه های مجازی تلویزیون مشاهده میکنید با ما در میان بگذارید و ما بسیار, بسیار خرسند میشیم که با شما مرتبط باشیم اجازه بدین که ادامه بحث را برگردیم خدمت کارشناس محترم خب جناب استاد فیاضی فرمودید که ما به دو صورت میتونیم که با هر پدیده مخصوصا پدیده آشورا و قیام حسینی مواجه شویم یکش نام بردید که بعد عقلانی بود خب بفرمایید بحث شما ناتمام مانده بود بله در محافل تجلیل و محافل یاد بود و مجالس گرامی داشت ارز کردم که دو بود و دو چهره وجود دارد مخصوصا نسبت به مجالس تجلیل و یاد بود حضرت سید و شهدا علیه السلام و سلام و اصحاب و یارانش یک بود آن شعور است یک بود آن اقلانیت است یک بود آن بازگو کردن فلسفه قیام است یک بود آن درس گرفتن از این قیام است و مطرح کردن فلسفه انقیام برای جامعه بشری است برای جامعه انسانی است سرلوحه قرار دادن عمل کرد سید و شهدا در مبارزه با ظلم است با ستم است با انحراف است با کجروی است این اون جنبه بالاخره شعور و جنبه اقلانیت است بله. اما قطعا یک جنبه دیگری که از جنبه اول جدا نیست لازم ملزوم است در کنار هم است اون جنبه شور است اون جنبه احساسات است جنبه عاطفه است مراسم تجلیل قطعا مراسم تجلیلی میتواند در جامعه یک مراسم کاملی باشد که هم جنبه احساسات و عاطفه را بالاخره مورد توجه قرار بدهد هم جنبه شعور و درک و اقلانیت را مورد توجه قرار بدهد بالاخره این طبیعی است که بله. بعد احساسات، بعد حاطفه، بعد هیجان در طبیعت انسان هاست یک بخش عمده از انسان ها بلکه اکثریت امروزه از جامعه بشری و جامعه انسانی در صورت میتواند درس بله. و پیام بگیرد که با تکیه بر اون جنبه احساسات باشد درست. با تکیه بر اون جنبه عواطف باشد مسئله این که ازاداری می کند به سر و سینه میزند، این نشانه اینه که ما در قیام سید و شهده و در مجلس او ما سوگواریم ازاداریم بعد از 1400 سال همچنان از شهادت او ما ناراحتیم. اما ما می خواهیم این مجلس را و این محفل را همچنان که بالاخره جنبه شعور و جنبه اقلانیت و فلسفه سید و شهدا و فلسفه قیام او مطرح می شود جنبه احساسات و جنبه عواطف برای مخاطبین برای ازاداران مطرح شود که ما اون چهره ازاداری بگیریم ما بالاخره اون ظاهر سوگواری رو در خود ایجاد بکنیم و در سوگ او ناراحت باشیم چون نمی شود ازاداری همراه با خوشحالی امکان ندارد ازاداری همراه با ناراحتی است ازاداری همراه با حزن است همراه با اندو است حزن و اندو اون جنبه احساسات و جنبه عاطفه است که این جنبه عاطفه قطعا نمیتواند جدای از اون جنبه بالاخره اقلانیت و جنبه فلسفه قیام سید و شهده چرا نمیتواند جدا باشه جناب استاد میگه خب شما بیاین تجدید بکنین از هدفش بگین از بزرگیش بگین از شجاعتش بگین از دستاوردهایش بگین بحث اقلانی بله. و همه تجلیل میشه و نام و یاد امام حسین و دیگر بله. بزرگان دین پیامبر زنده میشه و گرامی داشته میشه ما بعد از هزار سال چی لزومی داره که میگه بیایم ازاداری کنیم بله. بله. شما فرمودید که لازم ملزوم هست این لازمه رو اگر یک بله، بله. بینندگان بله. بله. بفرمایید این رو ان من در ادامه هم گزینه ها و قطعه های تاریخی که در این بله. زمینه مطرح است از انبیا و اولیا و پیشوایان دینی مخصوصا بعد از قیام آشورا بعد از جریان شهادت سید و شهدا تمام ائمه معصومین ما هم وقتی آمدن در عین حال که فلسفه قیام رو بازگو کردن در عین حال که بالاخره اهداف قیام سید و شهدا برای مخاطبین مطرح کردن اینها به اون جنبه احساسات و جنبه عاطفه هم را توجه داشتن یعنی سیره, بزرگان سیره بزرگان مستمره بزرگان و پیشوایان دینه ماست در عین حال که محافل برگزار میشد و خطبا و شعرا و کسانی می آمدن از بالاخره کرامت و بزرگواری و اهداف قیام سید و شهدا بازگو میکرد و این جریان رو دوباره حکایت میکرد اما دستور میداد امام صادق و امام باقر و امام رضا و دیگر امامان معصوم ما امام علیهم السلام که محافل و مجالس سوگواری برگزار میکردند اهل و بیت خود را خانواده خود را دستور میدادند که اینها عزادار باشند گریه بکنند ماتم بکنند گریه بکنن عین این سیره و این عمل کرد ما میبینیم در سیره پیشوایان دینی ماست حتی جدای از تجلیل از مقام سید و شهدا ما نسبت به انبیای پیش از پیامبر اسلام هم ما داریم وقت مراسم تجلیل و یاد بود از عزیزان خود را گرفتن همچنان که از بلاخره اهداف قیام اونها اهداف بلاخره جهاد و اهداف عمل کرده اونها بازگو کردن و این مسئله را مطرح کردن هماره دستور دادن که سوگوار باشن محزون باشن در مجالس یاد بود اونها گریه بکنن ناله بکنن فریاد بزنن این مسئله یک سیره است یک سیره حسنه است که بالاخره ما میبینیم در از زمان حضرت آدم و دیگر انبیا تا زمان پیامبر اسلام و بعد از پیامبر اسلام امامان معصوم ما این سیره را عمل کردند در بین خانواده در بین دوستان این سیره را ترویج کردند که یک که اینها را اگر ما بازگو بکنیم حقیقتا میتواند به عنوان بهترین شاهد و بهترین قریره باشد بر این مسئله که اصل عزاداری و اصل بالاخره سوگواری برای سید و شهدا برای پیشوایان دینی یک سنت حسن است یک رسم دینی است یک رسم پیشوایان و بزرگان دینی است بله. هیچ گونه بدعتی و انحرافی در این وجود ندارد البته ممکن است بالاخره بعضی از عمل کرده ممکن است به عنوان انحرافات به عنوان یک رسم انحرافی گاهی در محافل ازاداری ایجاد شود اما همواره علما بزرگان مراجع تقلید بالاخره شخصیت های علمی ما با این انحرافات مقابله کردن و این انحرافات را معنی کردن و این انحرافات را مردم را از اونها جلوگیری کردن بله. اما اصل گریه کردن اصل ماتم داشتن و اصل سوگواری کردن و اصل بالاخره به نشانه ازا به سر و صورت زدن را در سیره مستمره انبیا و اولیا و امامان معصوم ما فراوان داریم که اگر این موارد و این قطعه های تاریخی را ما اشاره بکنیم و بازگو بکنیم خدمت شما و بینندگان محترم میتواند قرینه و شاهدی بر این مسئله باشد که این یک سنت است یک درست. سیره مستمره بله؟ نیکو برای تجلیل از مقام سید و شهدا در بین امامان معصوم است بسیار سپاسگزار هستیم فرصت بحث این شب تمام شده ان که فردا شب هم در برنامه های آینده ای بحث ادامه خواهد داشت ان شاء الله صحبت های بیشتر از زبان شما خواهیم شنید اربعین آمد و من کرب و بلا باز نشود من و یک بوسه درگاه شما باز نشد همه از کرب خاطره دارند ولی من و یک تجربه از این خاطره ها باز نشد حسرت کرب در دل ما عقده شده حسرت کرب در دل ما عقده شده عشق من سیل شد و عقده ما باز نشد بسیار سپاسگزار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین همراه با کارشناس محترم شب خوب و خوشی را برایتون آرزو میکنیم خداوند یار و نگهدارتون باشه